اون جسمیتش. پس عالم ماده آفتابش غروب میکنه، این میشه این طرف ما. مشرق خورشید ما یعنی جایی که شرق میکنه، جایی که طلوع میکنه، این برج قیرگونه. یعنی اول باید تاریکی باشه تا این آفتاب بیاد بیرون ازش رو نور به ما بده، روشن بشه. ولی میگه آفتاب ما ز مشرق ها برونه، اون آفتابی که مال عالم امره در درون تو روشن میشه، طلوع میکنه، اون دیگه مشرق و مغرب نداره که، اون دیگه نه طلوع میکنه نه غروب میکنه، همیشه هست. مشرق او نسبت ذرات او، نی برآمد نی فرو شد ذات او. این در از اون آفتاب بیرون، در از اون هم هیچ وقت هیچ بلایی سرش نمیاد، یعنی همیشه اونجا هست و همیشه نور میده. ولی نسبت به ما که ذره هستیم، نسبت به او، نسبت به ما که ذرات اوییم، این دوچار طلوع و غروب میشه. و ولی حرف مولانا اینه که اون چون مادیست و بیرون شما هست، در اصل این دوچار عدم اطمینان خواهد بود، عدم ثبات. همه صحبت اینه که اون بیرون شما، آن چیزهایی که شما بهش دخیل بستید که نجات پیدا کنید یا آرامش پیدا کنید، اونها هیچ کدوم به شما اون چیزی واقعی رو نخواهند داد. خب بعد منتها این آفتابی که مولانا میگه که چرا نمیان اینجایی که منم، اینجا میگه این آفتابش نه فروش میشود نه بر میآید از جایی، نه بر آمد نه فروش شد ذات او. و این آفتاب که همیشه روشنه، و ما هم عرض کردیم که ما هم همه تحت تابش اون هوشیاری و اون آفتاب هستیم دائم. این که در ما چه اثری ایجاد میشه، این که این آثار اون غروب و طلوع ها هستند در اصل، و این بستگی کامل به ما داره. بگذاریم، می‌فرماید